بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان الکترونیک و اعضای محترم کانال آردوینو فارسی در تلگرام. دوستان رضا اجدرکوش هستم و امروز میخوام براتون در مورد نحوه نصب درایورهای آردوینو صحبت کنم. ببین دوستان، ما ابتدا اولین کاری که میخوایم انجام بدیم توی برنامه نویسی، قبل از اینکه شروع کنیم به کد نویسی توی محیط آیدی آردوینو، باید ابتدا از منو تولز بردمون رو انتخاب کنیم و ببینیم چه بردی رو میخوایم براش برنامه بنویسیم. ابتدا میایم از منو تولز توی منوی برد و اون بردمون رو از این قسمت انتخاب میکنیم. حالا اگه یکی از بردهای آردوینو اونو نانو اینا رو میخوایم استفاده کنیم، از آردوینو AVR بردز میایم و اونو انتخاب میکنیم. آردوینو اونو، آردوینو نانو، مگابیس 560 و بردهایی که اینجا در دسترس هستند. از مثال ما میخوایم روی آردوینو اونو برنامه بنویسیم، اینو انتخاب میکنیم و بعد میایم از منوی تولز پورت مناسبش رو انتخاب میکنیم. میبینین که اینجا یک پورت کام 3 هست. من هنوز هیچ بردی به کامپیوترم متصل نکردم. الان من این آموزش کنار دستم یک برد آردوینو مگا 2560 دارم، برای همین اینو انتخاب میکنم. من اینجا از AVR Goals، آردوینو AVR Goals، آردوینو مگا 2560 رو انتخاب میکنم. ببینین، میام اول قبل از اینکه بردم رو بزنم به کامپیوتر، میبینم اینجا بردم رو انتخاب کردم، میگه پروسسورش رو هم انتخاب کن. چرا؟ چون این بردهای آردوینو مگا 2560 توی دو نوع ساخته شدن. یکیشون روش چیپ 8 مگا 2560 هست، یه سریشون هم روشون 8 مگا 1280 هست. شما چیپی که روی بردتون هست رو نگاه کنین، ببینین از کدوم نوعه و اون انتخاب کنین. اینجا این فیوز بیتش هست، فیوز بیتش رو تنظیم میکنین و کار تمامه. چون الان روی برد من 8 مگا 2560 هست، همین رو انتخاب میکنین. بعد میام رو پورت میبینم، فقط یه دو کام 3 نوشته، سریال پورتز یه کام 3 هست. حالا از این منو خارج میشم، ببینیم میام بودم رو به کامپیوتر متصل میکنم. صدای متصل شدن کابل USB به کامپیوتر اومد و میبینم که اینجا هیچ پورتی اضافه نشد. باید از این منو خارج بشم، اینجا کلیک بکنم، دوباره وارد تولز بشم و بیام پورت رو باز کنم. میبینم یک کام 22 هم اضافه شد. متوجه میشیم که این چیه؟ این مربوط به این بورد منه و روشم نوشته آردوینو مگا یا مگا 2560. این یعنی بورد من یک بورد اصلی هست و وقتی بورد اصل باشه اسمش رو جلوی پورتش می‌نویسه و بورد فرعی یا چینی نیست، یک بورد اصلی هست و اسمش جلوی پورتش میاد. و اگه من از اینجا get board info رو هم بزنم، ببینین منوی tools get board info، اگه باز بشه که باز نمیشه. چرا باز نمیشه؟ چون پورتمون رو انتخاب نکردیم. من از اینجا میام این کام 22 آردوینو مگا 2560 رو انتخاب میکنم. حالا میام از منوی tools، ببینین get board info رو میزنم. چون کام متصل شد، الان این میره از داخل خود بورد اینفورمیشن اون بوردم رو میخونه، اطلاعات داخل بوردم رو میخونه از کام 22. نوشت که بورد نیم آردوینو مگا یا مگا 2560 هست، ولید آیدی 2341 هست، پی آیدی 2042 و سریال نامبرش هم اینجا نوشت. اما اگه بورد من یک بورد اصلی نبود و بورد تقلبی بود، اینجا می نوشت unknown board، یک بورد ناشناخته، ولی کار می کرد. فقط این برای تشخیص این که بوردتون اصل هست یا نه می تونید از این روش استفاده کنید. چون یک بورد اصلی هست و قیمتش هم گرونه، همه مشخصاتش رو داخلش داره. حالا میام از منوی tools پورتمون رو انتخاب کردیم. ببینیم بعضی وقتا می بینیم بوردتون رو متصل می کنیم به کامپیوتر، ولی هیچ شماره پورت اینجا اضافه نمیشه. مثلا همون کامس از اولش بود، من بردم رو در میدم، ببینید الان کامس 3 هست، درسته؟ میام بردم رو میزنم،
کامپیوتر بیام منوی تولز، الان چون یک بار تعریفش کردم خودش اتوماتیک شناختش. ببینم اینجا هیچ بردی اضافه نشده یا اصلا کلن این پورتی که اینجا نوشته توسی رنگ هست و اصلا قابل انتخاب نیست، نمیتونیم هیچ پورتی رو انتخاب کنیم. برای اینجور موارد چی کار باید بکنیم؟ بردمون سالمه، تازه خریدیم و اینجا هیچ پورتی باز نمیشه. اینجور موارد درایور اون بردمون روی سیستم نصب نشده. وقتی آیدی آردوینو رو ما نصب میکنیم یک سری درایورهایی هم روش نصب میشه اوتوماتیک. حالا اگه نصب نبود این پورتش اینجا نمیاد. درایور هاشو چطوری باید نصب کنیم؟ من اینجا یک گوشه دارم درایور رو باز میکنم براتون، یه سری driver.txt اینجا گذاشتم باز کنم ببینید. بعضی از بوردهای آردوینو کنار کابل USB که متصل میشه پشت اون یک IC دارم به شماره CS340 یا CS341. اگه شما از این نوع چیپ کنار کابل USB تون استفاده شده کامپیوترتون نمیشناسه، باید درایور هاش رو نصب کنید توی کامپیوتر. این لینکی که اینجا قرار دادم براتون روش کلیک میکنید، اینو کپی میکنید و میایید به این سایت. خب ببینید این سایت دانلودش هست، درایور ها رو دانلود کنید. یکی رو ببندم. خب اینجا نوشته برای لینوکس هست، برای مک هست، برای ویندوز هست. اینو میذاریم و شروع میکنه به دانلود کردن. ببینیم میاد این قسمت اینجا که اومد این فایلش هست، میتونیم دانلود کنیم و نصبش کنیم. بیام پایین، من اینو دانلود کردم قبلا. ببینیم اینجاست یه نمونه، به این صورت به صورت فایل زیپ در میاد. نوشته CS341 سریز، ولی اگه CS340 هم هست هیچ اشکالی نداره، از همین میتونید استفاده کنید. درایور CS341 برای هر دوتاش کار میکنه. من اینو اکسترکت کردم اینجا. خب بعد از اینکه اینو باز کردیم اینجا یه setup.exe هست، این روش دابل کلیک میکنید و این گزینه اوتوماتیک میان و اینستال رو میزنید. منتظر میمونیم تا نصب تموم بشه. بعد از اینکه نصب تموم شد این پیغام ساکسسفولی نصب شد میاد اینجا و اوکی میبندیم. حالا یک بار کامپیوترتون رو ریستارت کنین این درایور ها رو خواهد شناخت. خب ببینید اگه CS340 یا CS341 نبود اون چیپ، یکی از چیپ های FTDI بود، روی این یکی لینک کلیک میکنیم باز میشه. بیان پایین قسمت اینجا نوشته ویندوز، ویندوز RT، لینوکس، مک و غیره. ویندوز سری، ویندوز سری 6، هر سیستم عاملی که رو کامپیوترتون نصب هست. من الان ویندوز دارم. خب میام رو ویندوز، اینجا نوشته x86 یا 32 بیتی، x64 یا 64 بیتی. چون کامپیوتر من 64 بیتیه این رو میزنم، این گزینه رو میزنم، سیوش میکنم و بعد نصبش میکنم به همون صورتی که الان انجام دادم. این رو کنسل کنم چون نیازی بهش ندارم و نصب هست روی سیستمی. و یا اگه اون چیپی که کنار USB هست CP21XX بود، XX میتونه عدد باشه، مثلا 01, 02 هر چیزی، CP21 دو تا عدد دیگه، اون وقت میایم به این لینک. اگه شناسایی نمیشه ها، اگه بردتون شناسایی نمیشه میایم به این لینک و اینجا ببینیم چیا داریم. خب به این لینک میایم، لینک دانلودش هست و میایم اینجا ببینیم نوشته برای ویندوز 10 یونیورسال این درایور رو نصب کنید، برای ویندوز 7.8 و 8.1 ورژن 6.7.6 به بالا این رو نصب کنید. دو تا اینجا ورژن زده، دو تا نرم افزار زده، یکیش فقط درایور ها رو نصب میکنه، یکیش علاوه بر اینکه درایور ها رو نصب میکنه یه سریال مانیتوری هم براتون نصب میکنه به سیستمتون. هر کدوم رو خواستیم دانلود میکنیم و نصب میکنیم. پایین تر گزینه های دیگه هم داره، برای ویندوز XP سرور 2000، ویندوز سرور 2003، ویستا 7 8
این هم 8.1 ورژن 6.7 و ببین اون بالای 6.7.6 بود، این ورژن 6.7 هست و غیره. حالا اینم برای ویندوز های 2000 هست، 2K نوشته، برای ویندوز 3E همشون درایورهاش اینجا هست، میتونید نصب کنید. خیلی ساده شما میتونید این درایورها رو نصب کنید و رو کامپیوترتون شناسایی بشن. خب من اینا رو ببندم کلن. این از درایور هامون. دیگه مشکلی پیش نمیاد، یک با کامپیوترتون رو ریستارت میکنین و این آیدی آردونوتون رو باز میکنین، میبینین که کامپیوترتون بورد هایی که بهش متصل میکنین رو شناسایی میکنین. خب حالا بعد مهمترین کار چیه؟ مهمترین کار اینه که بیاین اول بوردی رو که انتخاب کردیم میخوایم براش برنامه رسیم انتخاب کنیم. از من تورز بورد 8 مگا 2560 به من انتخاب کنیم. بعضی وقتا ما میخوایم برای یک بوردهای دیگه برنامه بریزیم، مثلا برای میکرو کنترلر 8 مگا 8 میخوایم برنامه بریزیم، برای 8 مگا 32، برای 8 مگا 16، برای 8 تاینی 23 مثلا میخوایم برنامه بریزیم. اینا هم امکان پذیر هست. در آینده من اینا رو کامل براتون توضیح خواهم داد، منتها تو این آموزش میخوام بهتون بگم که چطوری میتونیم بوردهاش رو به این کامپیوترتون اضافه کنیم. ببین این بوردهایی که من اینجا اضافه کردم، مثلا این برای 8 تاین 13 هست، این برای این بورد هامون هست، این برای این بورد ها هست، میکرو کنترل 8 مگا 8، 48، 88، 168، 328 و غیره، بورد های STM32، TNC4 و غیره. این بورد ها رو میخواین نصب کنین، بورد های تینسی رو فقط لینک نداره، یه درایور داره، تینسی دوینو، همین تینسی دوینو که اینجا نوشته، یه درایوری داره، اونو از اینترنت دانلود میکنیم، یه نرم افزاری نصبش میکنیم و این بورد ها به کامپیوترتون اضافه میشه. بقیهشون لینک دارن. من اینجا میام منوی فایل، پریفرنسز، این گزینه رو باز میکنم. ببینین اینجا یک سری URL نوشتیم. هر کدوم از این URL ها برای یک سری از اون بورد ها هستن. وقتی شما یک URL جدید میخواید اضافه کنید، آخر این آخرین لینک یک کاما میزنید، لینک بعدی رو اونجا پست میکنید یا مینویسید. اوکی که کردین، بعد از اینکه اوکی شد اینجا رو باز کنید دوباره، میبینین که اینا دوباره هم به همین صورت نوشته شده و ادامه اون نیست، اومده یه خط جدید براش ایجاد کرده. اینا رو همشون قبلا توی یه خط بودن، با کاما از هم جدا شده بودن و وقتی ببینید من اینا رو پاک میکنم از اینجا کلن. اوکی، من این لینک دوم رو که اینجا براتون قرار دادم تو دسکتاپ توی کوچه درایور، ببینید اینجا یک آردوینو بورد URL گذاشتم. اینا به من لینک ها رو نوشتم، تموم شده، کاما قرار دادم اینجا و بعد از کاما دوباره لینک بعدی تا آخر. اینو به همین صورت ببینیم چقدر جالب اینو رو پشت سر هم چیدم. اینو یک گزینه هوم رو میزنم، دکمه هوم رو کرزر داد اول و بعد شیفت رو نگه میدارم، دکمه اند کیبورد رو فشار میدم، همش انتخاب بشه، کپی میکنم اینو. میام تو منوی پریفرنسز، اینجا رو باز میکنم، تست میکنم اینجا، تو یه خط همشون ببینید تو یه خط قرار گرفتن. اوکی میکنم. الان دوباره اینجا رو باز کنم، میبینین که اینا به صورت خط به خط زیر هم ذخیره شد. الان من میتونم با این روش برم و بورد هام رو نصب کنم. اوکی میکنم و میام منوی تورز، اینجا میام بوردز، بورد منیجر رو باز میکنم. بورد منیجر رو باز کردم، منتظر میمونیم تا این چکینگ انجام بشه. این الان داره آیدی آردوینو بورد هایی که رو خودش نصب شده رو با بورد های داخل اینترنت مقایسه میکنه، ببینه آیا بورد جدیدی اومده یا بورد هایی که اصلا نیاز به آپدیت دارن یا نه، و بعد این منوهای کشویش رو آپدیت کنه که وقتی رفتیم روی گزینه آپدیت به جز آل رفتیم روی آپدیت بهمون بگه که کدوم ها نیاز به آپدیت داره.
خب منتظر میمونیم این چکینگ انجام بشه و تموم بشه، بعد ببینیم چیکار میکنیم. خب چک کردن تموم شد. حالا من مثلا میخوام بورد 80 مگا هشت رو نصب کنم. خب روی 80 مگا هشت کار کنم. اینجا مثلا 80 مگا هشت میگه این مایتی کورز باید نصب بشه، ولی اینجا نوشته اینستالد چون من نصبش کردم قبلا. اینجا هم داریم 80 مگا هشت توی این مینی کور هم هست، توی این مایتی کور هم هست. یکی شد 80 مگا 85 35 هست. خب توی هشت خالی نوشتم تا اینجاش تو این بورد ها هست، 80 مگا هشت خالی تو یکی هست. اینو میتونم نصبش کنم. اینجا این ریمو اومده، وقتی این بورد ها نصب نباشه اینجا گزینه اینستال میاد. الان که نصب هست و اینجا نوشته اینستالد، اینجا گزینه ریمو میاد، میخوای حذفش کنی. مثلا ببین ورژن های قدیمی ترش هم هستن که ما همیشه آخرین ورژن رو نصب کنیم. الان ورژن 2 و 0 و 7 هست. اینجا هم همینطور. یا مثلا میخوام 80 مگا 32 رو مثلا نصب کنم، اینجا این 8 رو پاک میکنم 32 می‌نویسم. ببینید بورد های 80 مگا 32، اینجا 80 مگا 328 هست، اینجا 80 مگا 32 هست. اینا رو باید نصب کنم. اینا رو همه رو من نصب کردم چون قبلا اینا همشون اینستال هست. اگه نصب نبودن اینجا دکمه اینستال رو میزنید. به این صورت میتونید هر بوردی رو که میخواین نصب کنین، هر میکرو کنترلری که میخواین بورد هاش رو داخل آردینو نصب کنین، اینستال رو میزنین نصب میشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، مثلا یه مثال دیگه 80 تاینی رو بزنم. ببینید 80 تاینی همین، این هم نصبه، این هم نصبه. اینجا نوشته چه میکرو کنترلر هایی رو به کامپیوترتون اضافه میکنه. این فقط 80 تاینی 13 آو اضافه میکنه. این 80 تاینی 45 85 44 و 84 رو به آیدی آردوینوتون اضافه میکنه. هر کدوم رو نصب کنیم که من همه رو نصب کردم. یا مثلا این مثلا ESP32 بورد های ESP32 رو میخوام نصب کنم، یا ESP8266 این رو نصب میکنیم. ببینید بعضی وقتا میان اینجا این ورژنش الان آخرین ورژنه 2.7.4، یه ها میبینید ورژن جدیدتر اومده. خب اینجا فقط گزینه ریموو داریم. اگه ورژن جدیدتری اومده الان مثلا ورژن 2.7.5 بیاد، این گزینه ریموو تبدیل میشه به آپدیت. اینجا روی آپدیت کلیک میکنیم عوض میشه. خب اینم از این. اینجا یک سری آنلاین هلپ داره در مورد این کتابخونه ها و اطلاعات بیشتر تو اینترنت. روش کلیک کنی میگه تو اینترنت لازم به این بورد های توضیحاتی میده که به درد ما پیدا نمیخوره. اگه میخواییم ببینیم کدوم بورد هاتون نیاز به آپدیت دارن، از نوع تایپ میایی روی آپدیت تیبل کلیک میکنیم. الان میگه هیچ بورد من نیاز به آپدیت نداره که مربوط به ESP8266 باشه. اینو من پاک میکنم، میام به آپدیت تیبل. این بورد ها، این دوتا بورد نیاز به آپدیت کردن دارن. ببینید اینجا نوشته دکمه آپدیت داره، میتونید آپدیتش کنید یا میتونید کلا حذفش کنید، به دردت نمیخوره دیگه. قبلا استفاده میکردی الان نمیخوای استفاده. STM32 و STM32 اینا آپدیت جدیدشون اومده، میتونم روشون کلیک کنم و آپدیت بشه. خب اینم از این. حالا بگیم سراغ بقیه آموزش. فکر کنم آموزش بعدی رو توی فیلم دیگه بسازم بهتره که دیگه میخوایم وارد کد نویسی آردوینو بشیم. تا اینجا متوجه شدیم که چطوری بورد هامون رو نصب کنیم، بورد هایی که دلمون میخواد، هر میکرو کنترلی رو میخوایم اضافه میکنیم. و اینجا میاد مدبین مثلا نوشته AVR boards، mega AVR boards، SAMD boards، AVR column boards، 80 tiny micro controllers، ESP32 بود. اینا همه رو من نصب کردم. شما میتونیم نصب نکنیم، با هر میکرو کنترلری که کار میکنین نصبش کنیم اگه اینجا نبود تو منوهای استاندارد. فعلا آردوینو اونو رو انتخاب میکنیم تا باش کار کنیم. بعد میایم پورتمون رو انتخاب میکنیم. اگه پورتمون بسته است یا انتخاب نمیشه درایورش رو نصب میکنیم. یاد گرفتیم چطوری نصب کنیم.
این منوی پروگرامر هست، همیشه باید روی آردوینو از ISP باشه، به جز مواقع دیگه ای که میخوایم از یک پروگرامر دیگه استفاده کنیم، اونم بعدا براتون شرح خواهم داد. فعلا همینا رو در نظر داشته باشین. آردوینو از ISP باید باشه، پس این همه پروگرامر به چه دردی میخوره؟ ببینین اینو یه اشاره مختصری من انجام بدم اینجا. ببینین من این گزینه آپلود رو بزنم، روی این دکمه که من میگم اینجا یه چیزی میبینیسه. ببینین میام اینجا نوشته آپلود، من این برنامه رو بخوام روی بردم آپلود کنم از طریق کابل USB، این منوی پروگرامر توی تولز حتما باید روی آردوینو ISP باشه. ولی اگه میخوام مثلا از طریق یک پروگرامر دیگه ای، مثلا استیکا 500، بیام برنامه رو بریزم روی یک چیپی مثلا ATmega 8، خب ATmega 8 رو میذارم روی اون پروگرامرم، از اینجا ATmega 8 رو انتخاب میکنم بردش رو، بعد میام اینجا اون تولز اگه باز بشه، وقتی بورد عوض میشه میگه برنامه تنظیمات اون رو انجام بده، یه زمان طول میکشه تا این تولز باز بشه. اینجا میتونم فیوز بیت هاش رو تنظیم کنم، میتونم بگم کلاکش 16 مگاهرتز خارجی میخوام بذارم، 20 مگاهرتز خارجی، یا اینا هستن اکسترنال، اینا هم کریستال های RC داخلیش هست، اینترنال 8 مگاهرتز، 4 مگاهرتز، 2 مگاهرتز، 1 مگاهرتز، اینا برای میکروکنترول ایت مگاهرتز این فیوز بیت هاش هست. هر کنون میخوام برنات دتکتور هم هست اینجا، برنات دتکتور میگه که وقتی ولتاژ پایه ها از 2.7 ولت پایین تر رفت ریستارت بشه، مدار کار نکنه. اینجا میگه از 4.7 ولت پایین تر رفت کار نکنه، ریستارت بشه، و یا غیر فعالش میکنه که با هر ولتاژ بیاد یه ریستارت نشه. این هم هست. ای پیگامش هست که میگه چه نوعی باشه و کامپایلرش، بوتلودر گوش نصب بشه یا نه. من الان این برنامه رو میخوام روی 8.8 نصب کنم، بوتلودر آردوینو هم روش نصب بشه، یس رو انتخاب میکنم، نو بوتلودر نه، فقط میخوام برنامه رو فایل هگزش رو روش بریزم، دوباره گزینه رو انتخاب کنم، پورتمون هم انتخاب میکنم، الان چون وصل نیست. ببینیم پروگرامرمون رو که نصب میکنیم، استیکا 500 بود مثلا زدیم به کامپیوترمون، اینجا باید پورتی که اون اشغال میکنه رو انتخاب کنیم. الان من این ATmega 2560 رو از مدار کاغذ کنم از کامپیوتر، ببینید الان پورتی نیست، اون استیکا 500 رو که میزنیم یه پورت دیگه میاد. اگه نمیاد اون پورت، حتما اونم درایورش نصب نیست، باید درایورش رو نصب کنیم. CD درایور پروگرامرها رو موقع خرید همراهش میدن، اونو باید نصب کنیم. اینجا پورتی که اشغال کرده رو انتخاب میکنیم، میایم منوی پروگرامر، اون وقتی که باید پروگرامرش رو مثلا استیکا 500 از ISP انتخاب کنیم برای ماینی کور، ببینید اینو انتخاب میکنیم. حالا دیگه من نمیتونم با این گزینه آپلود کنم برنامه‌ام رو، چون میخوام با پروگرامر آپلود کنم، با اون پروگرامر خاص. اینجاست که باید بیام منوی اسکچ، آپلود یوزینگ پروگرامر، آپلود کنم با استفاده از پروگرامری که استفاده کردیم، انتخاب کردیم، این گزینه رو میزنم و آپلود انجام میشه. آپلود خالی همین گزینه است، آپلود کنترل یو، کنترل شیفت یو، یا آپلود یوزینگ پروگرامر، میاد با استفاده از این پروگرامری که اینجا انتخاب کردیم چکار میکنه؟ برنامه رو پروگرام میکنه. بقیه آموزش رو میریم توی فیلم بعدی ببینیم دیگه. امیدوارم که هیچ مشکلی نداشته باشیم. این گزینه برن بوتلودر هم بعدم براتون توضیح خواهم داد که چطوری میتونیم بوتلودر بریزیم روی یک میکروکنترلری و خودمون یک بورد آردوینو بسازیم. فعلا نرسیدیم به اون مرحله، یواش یواش میریم جلو، با دستورات آشنا بشیم، بعد میریم آردوینو هم با هم میسازیم. خب تا آموزش های بعدی شاد باشیم. یا حق.